از کربلا باید بگیر، از قصه دل دادگی. احساس یعنی عاشقی، اخلاص یعنی سادگی. از کودکی سینه زدم تو تکیه های شهرمون، از بچگی بار اومدم تو روزه های خونگی. اشکی بده گریه کنم، گریه زلالم میکنه. من خستم از نفس خودم ای اسوه آزادگی. من طالب وصل توام، یادم بده راهی بشم. من طالب فیضم حسین، یادم بده افتادگی. خلق می داند که در بهداری قرب حسین دردها را بیشتر عباس درمان می کند. خدمت شما عرض کنم که یه معجزه که ناراحتی بیکس کمر و اینا رو داشتم، به حرم قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس رو کردم، این درد کمر من داخل صحن که رفتم احساس هیچ دردی به بدن من نشون نمیداد. این معجزه آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس. خدمت شما عرض کنم که اینقدر اهل بیت کرامت دارن، لطف دارن به بنده هاش، که اون لحظه ای که وارد شدم گفتم یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل عباس، شما که اینقدر بزرگوارید، مریضا رو شفا میدید، از شما خواهش میکنم که این درد ناراحتی من رو درمون کن. تا پامو تو صحن پازریح رفتم، از اول فرد تا خواستم اصلش احساسی از دردی چیزی به من نشون نمیداد. شما اگه از آقا قمر بنی هاشم هر چی بخواید دست رد به سینه بندش نمیزنه، بعد قلب نیتن با اراده خالصانه وارد شد. شما الان اگر اعتقاد به خدا قرآن داشته باشید، من الان با یه سوره یاسین هفت مرتبه که رو کردم به یاسین، یه وسیله رو گم کرده بودم، با یاسین هفت مرتبه وسیلم زاهدان خاش رفتم آوردم. این اعتقاد میشه که آدم عقیده با خدای خود داشته باشه و اهل بیت. اهل بیت خدمت شما عرض کنم در کنار خانواده، هر موقع که با خانواده مثل درخت میمونه که احتیاج به آب داره، نور داره، خورشید داره، موقعی که شما یه درخت رو بخوای نهالش رو بکاری، نور میخواد، خورشید میخواد، خانواده‌ام احتیاج به رفتار و کردار نیک پدر مادر، اول وقت نماز، با خدای خود خلوت، راز و نیاز کردن، این خانواده هیچ موقع مشکلی پیش نمیاد. از آقا امام زمان میخوام، الان بین الحرمین هستم، که خود آقا فرج ظهورش رو به ما نزدیک کنه، تا واسه آینده نسل جوان، قشر آینده جامعه مملکتمان سرفراز و سربلند باشه. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.